شب و روزتون بخیر. به کانال کلونومی در یوتیوب خوش اومدید. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و از ویدیوهای بعدی ما هم لذت ببرید. تو این ویدیو میخوام یه شهر زیرزمینی زرتشتیان که خیلی هم شگفت انگیزه به نام درینکویو رو بهتون معرفی کنم. پس این ویدیو رو از دست ندید. کاپادوکیه یا نام قدیمی و پارسی این سرزمین کاپادوسیه به معنای سرزمین اسب‌های زیبا بخش باستانی و پهناوریه که امروز در ترکیه مرکزی قرار گرفته و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستانی توریستی ترین بخش استان نوشیر ترکیه امروزی رو در بر می‌گیره. بازمانده‌های آتشفشان و نزدیکی اون با سواحل جنوبی دریای سیاه منظره عجیب و شگفت‌آوری به وجود آورده. این محوطه باستانی از سال 1985 از طرف یونسکو جزو میراث فرهنگی جهان شناخته و ثبت شده. اما شگفت‌آورترین بخش سرزمین کاپادوکیه یا کاپادوسیه شهری زیرزمینی به نام درینکویو که یکی از شگفت‌انگیزترین کشف تاریخ آیین زرتشت، ایران باستان و پیروان اهورامزدا در اونجا قرار داره. درینکو به معنای چاه عمیق، شهری زیرزمینی و اعجاب‌آور که بر اساس یک رویداد ساده کشف شد. در سال 1963 کارگرانی که برای ایجاد ساختمانی به کندن زمین مشغول بودند، ناگهان با چاه یا تونل ژرفی درون زمین روبرو شدند. پژوهش‌های بعدی کشف یک شهر زیرزمینی از دوران کهن را خبر داد. با آثار و نشانه‌هایی از آیین زرتشت، کهن‌ترین دین جهان، با نمادهایی از اهورامزدا، زرتشت و اسب‌های پارسی. شهری در ژرف‌های 85 متری زمین در 8 طبقه با گنجایش زندگی برای 20 تا 30 هزار مرد و زن و کودک و گاو و گوسفند و استبل اسب و همچنین محلی برای ذخیره غذا و شراب و درست کردن شراب و روغن و وجود نیایشگاه‌هایی برای مراسم دینی. در این شهر زیرزمینی که توسط ایرانیان باستان پیروان دین زرتشت شناخته شده، طبقه نخست ویژه نگهداری حیواناتی مثل گاو، گوسفند و اسب بوده. پله‌های تو در تو و پرشمار در هر طبقه، اتاق‌هایی با آشپزخانه و محل بزرگی برای نگهداری شراب و نیز مواد غذایی. نکته قابل توجه تعداد تونل‌ها و هواکش هاست که به بیرون راه دارند و طوری ساخته شدن که در اعماق این شهر زیرزمینی هوا جریان داره و هیچگاه کمبود اکسیژن رو احساس نمی کنید. در چهارمین طبقه این شهر زیرزمینی سنگ‌های سنگین و بزرگی با اندازه‌های سنگ آسیا وجود دارد که به گفته پژوهشگران در صورت حمله و نفوذ دشمن با این سنگ‌ها از پایین راه‌های ورودی رو می‌بستند تا از نفوذ دشمن جلوگیری کنند. برخی پژوهشگران نقطه ضعف سیستم دفاعی در این شهر رو درون دونستند که مهاجمین می‌تونستن با ریختن سم‌های کشنده در هواکش‌ها ساکنین شهر رو از پای در بیارن. روزگاری همه سرزمین‌های گسترده میان دو رود هالیس و فرات رو کاپادوسیه می‌نامیدن. از زمان مادها این سرزمین جزوی از بخش‌های شاهنشاهی ایران بوده. در تاریخ برای نخستین بار در پایان سده ششم پیش از میلاده که نامی از کاپادوکیه میره. اون هم در سنگ نبشه‌های سه زبانه دو تن از پادشاهان هخامنشی، داریوش بزرگ و خشایارشاه. آیا پیروان اهورامزدا از ترس تهاجم اقوام وحشی یا از ترس رویدادهای سخت طبیعی از جمله زمستانی سخت که در اوستا به زمستان شیطانی از اون یاد شده به ساختن این شهر زیرزمینی اقدام کردند؟ آیا از ترس موجودات فرازمینی به زیر زمین پناه بردند؟ این دیدگاه در مورد قوم مایا نیز وجود داره. مایاها قومی باهوش در دوران باستان بودند که نبوغ و هوش ویژه‌ای در ریاضیات و نجوم داشتند، اما به یک باره از بین میرن و تمدن اونها خاموش میشه. نقاشی‌هایی که از اون دوره باقی مونده موجوداتی رو به ما نشون میده که شبیه انسان نیستن.
قسمت بیرونی درینکویو شهر زیرزمینی ایرانیان باستان خرابه های دو برج دیده میشه که محلی برای نگهبانان بوده که اگر مهاجمان و دشمنان نزدیک شوند به ساکنان شهر خبر دهند. کاپادوکیه یا کاپادوسیه و درینکویو کنونی با 26,000 نفر جمعیت اون یکی از مهمترین مکانهای گردشگری و توریستی ترکیه است برای ما روشنه. درهای درینکویو از سال 1970 به روی جهانگردان و توریستان باز شده اما فقط 10% اون در دسترس بوده.